از میان رودان تا رودان درود ایرانیان با صفحه وسط دیگری امروز شنبه 21 مرداد 21 مرداد 1402 خورشیدی برابر با 12 آگست سال 2023 با شما هستیم پرسشی که امروز در صفحه وسط مطرح خواهیم کرد در حضور دو کارشناس مسائل روسیه و اوراسیا نسبت منافع ملی ایران در رابطه تهران و مسکو هست پرسش این است که در رابطه تهران و مسکو منافع ملی ایران کجا دیده شده امیر چاهکی از برلین پژوهشگر حوزه اوراسیا و همینطور فرشید باقریان از تهران پژوهشگر حوزه اوراسیا هر دو مهمان بسیار خوش آمدید آقای چاهکی با شما شروع میکنم منافع ایران منافع ملی ایران در کجای رابطه تهران و مسکو قرار داره بر این باورم که یک درک شاید نادرستی از مفهوم ضرورت های همسایگی و مناسبات حسنه با همسایه با یک متحد استراتژیک در بخش از های حکومتی ایران وجود داره به این معنا که منافع ایران که منافع امروز و فردای ایرانه به نظر من در جای درست ایستادنه جایی که برخی از کشورهایی که شاید رابطه خوبی هم با ایران ندارن یا ایران باشون نداره و قطعا اینطوریه این, این انتخاب رو کردن کنار روسیه در جنگ بودن این به نفع منافع ایران نیست یعنی این به معنای این نیست که چگونه روسیه محکوم میشه ببینید ما معادل ترکیه رو داریم ترکیه عضو ناتوه ترکیه دیگه از این جدیتر وابسته به با آمریکا نمیتونه باشه یه تصور کرد که با اساس نوع فعالیت ارگانهای امنیتی اطلاعاتی آمریکا که حتی کسان دولتمردهای اروپایی رو شنود میکردن و میکنن اینها در ترکیه هم کلی عوامل دارن که در جاهای مختلف نفوذ داره در ارکانهای من بر با این باورم در قدرت ترکیه در اردگانی که اینقدر جاه طلبه در یک پانتورکیزم پان اثمانیزم این رهبران تمامیت خواه سوژه خوبی هستن برای نفوذ واسه هدایت حتی ولی علا رقم این اومده این سیاست پیش برده یعنی هم با اوکراین داره تبادل میکنه هم پهپاد میده هم میاد در قهرمان منطقش میشه در و هوادارانش در آنچه که اونو کریدور قلاس میده من اینو حتی میخوام بگم بهش آفرین میگم اینو میپسندم شما نگاه کنید اسرائیل رو جناب عارف اسرائیل دیروز یه خبری داشتیم جناب باقریان بله باعث دادت من با سلام نکردم به دست که تو این برنامه انقدر نبود اول صحبت کنید چون وقت کمه اس به زلنسکی که تصمیمات خیلی رادیکالی میگیره که من معتقدم در حوزه دیپلماسی جهانی شد تندروی میکنه چون تجربه اینو قبلا نداشته تعلیق به تعلیق در بود. آزاد کردن ویزا با سه اسرائیلی ها به عنوان یک حالت اعتراضی به اینکه چرا تصمیم نهاییشون نمیگه کجا بیسته و اون چی میخواد اون گنبد آهنینی که داره که حتی آلمان هم ازش المنتای میگیره میخواد که کمک کنه باید دفاع هواییش که آنچه که برتری نداره هرگز بر روسیه و حالا این چرا اسرائیل بر اساس منافعی که دیده به نظر من داره درست عمل میکنه هم یهودی اوکراینی داره هم یهودیان روسی داره هم این که خب یک سوم جمعیت اسرائیل روز زبانن نه همش همه یک سوم بخشی از اونها تابع از سیاست های مسکو هستن و بسیار راستن شما اگر نگاه کنید به درگیه اسرائیل و فلسطینیا اون لایه های رهبران سیاسی مهاجرت کرده از وجود راست های رحمان یهودی بودن علی فلسطینیا خب من میخوام بگم که پهبادا الان خدمت ما اینجوری پهباد سی هزار دلاری به نظر من اگر قرار بود نشان این باشه به خاطر نظر برخی فرمانده نظامی نشون ما چقدر پیشرفت کردیم خب کردیم نشون دادید این که این پهبادا میاد مشغول میکنه پدافند هوایی اوکراینو اولا بسیار سودآور با سه روسیه باعث میشه که هزینه های سنگینش نسبت به حملات شبانهش کمتر شه ما گاهی قد محاسبه میکنیم از 100 تا 250 میلیون دلار هزینه یک شب حمله موشکی راکتیه. روسیه است حالا فکر کنید 20 هزار, هزار دلار چقدر میشه و در عین حال اینکه خب این پهبادات جناب آقای آره جناب آقای آره آره سر مردم میریزه مردم اوکراین نمیخوام احساس حرف بزنم مردم اوکراین رابطه خوبی با ایران داشتن همیشه هزاران دانشجو اونجا کار میکردن و تحصیل کردن در تمام 30 سال استقلال اوکراین حتی زمانی که روسیه از دادن کالاهای دوگان دو منظور امتناع اوکراین میداد پس اگر بگیم منافع ایران در اوکراین روسیه چه بود بی طرفی بود آقای آره. جناب باقریان توصیه آقای چاهکی و الگوی بازیگری در محیط بین الملل که ایشون پیش الگوی ترکیه و اسرائیل الگویی از بی بیطرفی هست در واقع یا الگویی از موازنه مثبت حتی نسبت به جنگ بین اوکراین و روسیه شما چه فکر کنید از 1388 به این سو دست کم بخشی از افکار عمومی در ایران گمان میکنند که حاکمیت موضع روسگرا داره و حتی در برخی از تظاهرات های اعتراضی مسیر تظاهرات ها به سمت سفارت روسیه رفته یا شعار مرگ بر روسیه سرداده شده شما چه فکر میکنید آیا واقعا سیاست خارجی ایران روسگرا بوده در کجای جنگ اوکراین ایستاده ایران سباز میکنم عرض سلام و عدم خدمت شما و دیگر مهمان عزیز دارم اشرافی که مهمان عزیزمون دارن نسبت به مسائل اینقدر وسیع بود که من مجبورم متدولوژی دیگه استفاده کنم و از استقراب قضیه نگاه کنم یعنی ما موضوعات بسیار وسیع مطرح کردن که از فکر میکنم سینکیان چین شروع شد و تا فکر میکنم در واقع اروپا ادامه پیدا کرد ناتو و ترکیه هم وارد کرد من از بدید به خاطر اطلاعات کمترم از روش دیگه استفاده میکنم ببینید نه ما متحد روس هستیم نه روس ها متحد متحد ما هستیم <applause> یعنی ببینید اگر از شما از منظر ملت نگاه کنید یعنی ایران یه نیشن استیت یک نیشن داره که ما حاکمیت ما هر چه میخواد باشه ولی در واقع نظام سیاسی غالب در ایران کاپیتالیسم حالا این میتونه دولتی باشه میتونه ملتی باشه به همین دلیل ما به طور کل نظام سیاسیمون تفاوت‌های ذاتی و حتی تعارض‌های ذاتی با روسیه داریم. ما یک پراکسیمیتی داریم دوست از اون بسیار زیبا گفتم ما یک همسایگی داریم حالا این همسایگی درسته که همسایه مستقیم نیستیم ولی پراکسیمیتی اینجا بسیار فاحش آقای مدودو یه جمله رو استفاده کرد گفت ما به پیمان به پکت ورشو برمیگردیم و در واقع اون خاکی که از ما گرفته شده اون دو میلیون کیلومتر مربع یا حالا بیشتری که گرفته شده تمام اینا باید به ما برگرد در واقع فقط موضوع دو میلیون کیلومتر مربع نیست یعنی جنگ اوکراین من در واقع علیرغم خیلی ها که فکر میکنن که از ناتو نشد گرفته من اعتقادی ندارم ناتو یک... یکی از دلایل جنگ در واقع اوکراین بوده این جنگ دقیقا یک جنگ امپریاله یعنی روس ها هر چه قدم که دنبال این هستن که نظام تک قطبی یعنی یونیلاترالیسم امریکا رو قبول نکنن و بر اساس دکترین پریماکوف خودشون خودشون در مرکز جهان میبینن و جالب اینجاست که بازم موافقم با دوست عزیزمون اینجا یک ارتودکس سنتریزم داریم ما یعنی اینا تنها مرکزیت در واقع قدرت جهان رو نمیخوان یعنی مرکزیت به حال فکر کنید که بالاترین میزان کلیسای ارتودکس نسبت به بله 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 یعنی یک فرمانبری بله از کلیسای قبرس از کلیسای ایران از کلیسای کیف از تمام کلیسای ارتودکس جهان میخوان به همین دلیل خاطرم است که حتی کلیسای ارتودکس موسکو آقای پوتین رو سینت اعلام کرده بود یعنی تا این حد به همین دلیل اگر شما نگاه کنید مقدس اعلام کرد بله 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 بله, بله. بله. سال پیش ببینید موضوع اینه که اگر نگاه کنید کسی که ایدئولوژی یعنی متافیزیکی که داره مبتنی بر ارتودکس و یک دین امپریال حاکم بر جهان است هیچ وقت با یک کشور اسلامی مانند ایران که یک نظام سیاسی شیعه داره قطعا در یک موازاتی قرار نمیگیره یعنی همون جوری که اجازه نمیدن اینجا رو با جناب آقای چاهکی مخالف هستم اجازه نمیدن ترکیه بست تورانیزم خودشو در واقع تورانجل کالا به زم خودشونه در آسیای میانه ادامه بده و مرتبا سنگ میکنن برای این مسئله چون آقای دوگین سراحتا در اوراسیا در واقع اون تفکر اوراسیای خودش که اونا میدونید اولترا نشنالیزم هستن و جناب چاهکی خیلی سریع اینو گفتن بیان کردن کاملا باشون موافق هستم این ای افراتی که در یک بخش حدود یک سومه روسیه حاکمه اصلا اجازه نمیده اونا شرط تعیین کردن که ترکیه به هیچ عنوان نباید روابطش با آذربایجان جدی بگیره ترکیه نباید با اوکراین رابطه داشته باشه ترکیه با عنوان یک مسلمان قابل بحث است به همین دلیل من اصلا فکر نمی که یک روزی ناتو به واسه زنگزور که حالا خیلی از دوستانمون تو ایران هم متاسفانه میگن اینو یا بست ترکیه حتی نفوذ ایران اونا به دنبال این اصلا که تمام جمهوریایی که از دست رفته رو برگردونن و جنگ اوکراین من دو جمله دیگه بیشتر نمیگم دوست از معطل نمی کنم و جنگ اوکراین به این دلیل صورت گرفت که اگر اوکراین میتونست بدون روسیه یک مدل تشکیل بده تمام جمهوریای آسیایی میانه تبدیل به مدل میشدن و این اتفاق میافتاد با کمک امریکا به همین دلیل این جنگ صورت گرفت اوکراین ویران شد و واقعا میتونم بگم اوکراین ایران شد و قربانی دوم جنگ اوکراین ایرانه به صراحت عرض میکنم اولین قربانی خود اوکراین و دوم ایران اینه که ایران اگر در حال حاضر دنبال روابطی با روسیه هست به این دلیله که اگر خطری از جانب تهدیدات امریکا در تنگ ارمز یا هر صورتی صورت میگیره بر اساس آخرین در واقع سند ملی استراتژیک اتمی که آقای پوتین دو صفحه است در صفحه فکر می کنم فکر می کنم در صفحه دومش ماده 9 باید باشه حدس میزنم دقیقاً الان یادم نیست سراحتا اگر که حمله ای به متحدان استراتژیک روسیه صورت بگیره روسیه از ما دفاع میکنه شاید اینجا در واقع یک بنداگونی که بین ما و روسیه صورت گرفته ولی عملا مردم ایران قدنامه ترکمنچای و در نامه و در ذهنشون به عنوان یک, ماهیت متافیزیکی همیشه همراه دارن همون جوری که روس ها ببینید تمام فیلسوفان تاریخ شناسان مثل تروبلوفسکی مثل دانیل دانیلوفسکی نیکولای دانیلوفسکی اینا همه متافیزیکشون مبتنی بر یک روس امپریال مبتنی بر ارتودکس مبتنی بر کوههای اورال و مبتنی بر حتی جزایر سواحل پرتغال است یعنی اونا چیزی به اسم بقیه دنیا نمیشناسن که ایران یکی از اینها باشه به با همین دلیل من خیلی به اتحاد استراتژیک روسیه و ایران اعتقادی ندارم که این حتما در نزدیکی ادامه خواهد داشت که ما منافعمون ما در این تامین کنیم ولی منافع در حال حاضر داره تامین میشه چرا چون ما یک حمایت به پشوانه داریم که این در حال حاضر شاید نیاز سیاسی ایران باشه من ارزان تموم آقای چاهکی چه حمایتی رو روسیه در قبال ایران در حال حاضر به نظرتون تامین میکنه که ایران نیازمند این حمایت هست به دیگر سخن آیا این رابطه نفع بیشتری برای ایران داره یا ضرر بیشتری برای ایران به عنوان یک بازیگر در محیط بین الملل حقیقت اینه که باید در روز با یه پروژکتور بگردیم شاید پیدا کنیم آنچه که روسیه الان با ایران رابطه ای داره بر اساس همون رابطه همسایگی حالا طریق در خزر آبی و راه های که از طریق آذربایجان برخی کالاهایی که از طریق اشخابات میاد به خاطر اون خطاهند و در حال حاضر بیش از چهانی میلیارد دلار تبادلات شاید باشه قبلا یک میلیارد میلیارد اما داشتیم خیلی پایین بوده الان شما از لوازم بهداشتی تا خوراکی ایرانی میتونید ببینید یه مقدارش فرمی به تحریم ها و نوع, پرداخت رو حل کردن بانک دارن کار میکنن ولی حقیقت اینه که باز اصرار دارن برای اینجا جناب که یک به اصطلاح یک خلط مبحث میشه علاقه که من آقای موازه آقای باقی شنیدم میکنم ده. یعنی یک اتحاد تحریم شدگان یک وسلت سوت دلان در حوزه اقتصاد واقعا میتونه شکل بگیره نه نمیتونه من اصلا معتقدم که برخی از ببین لائ... حاکمیت ایران علاقه که سلسله مراتبش از بالا به پایین به تعریف شده و اساسیه چنگانه است یعنی از وزارت اطلاعات و سپاه که ما بگیریم یا بقیه ارگان ها این یک ویژگی ایجاد میکنه که از طرف اطلاعات از جای مختلف میاد یعنی اگه قرار مقامات عالی اطلاعاتی کسب کنن چند کانال دارن این یه نقطه مقدار خودش برتری این که کالیزه نشه دوم این که ما میبینیم که بر متفاوته من نمیخوام وارد این قسمت حاکمیت ایران شم چون موضوع ما این نیست ببینید آنچه که من می فکر می کنم حقیقت داره اینکه با کارت موسکو قصد دارن بازی بکنن که این بازی فرنفسی میتونه به نفع ایران باشه ولی متاسفانه محتواش روشنید ببینید اساسا بیایم یک کم بریم یعنی تهران با کارت مسکو من معتقدم که تهران هم در اون اگر یک محفل بشینیم من پوزش میخوام از مخاطبین که خیلی ساده میکنیم بحثو اگر یک محفل خصوصی بشینن صحبت کنن هیچ یک از آقایون واقعا در قلبا اعتقاد ندارن که مسکو میتونه مدل استراتژیک باشه اینو موافقم ولی آنچه که داره رخ میده دارن با کارتی بازی میکنن که اینو میتونن بزنن کنار و کارت دیگه رو بردارن یعنی با کارت آمریکا با روسیه بازی کنن نه برعکس چون روسیه الان در چنان بعضی قرار گرفته که نمیتونه بیاد برای ایران در زمینه سرمایه گذاری حتی در زمینه عبور از تحریم‌ها کمک کنه زمانی میتونست بکنه ببینید الان یه اشاره بکنم اون پروژه گازی چهل میلیاردی ممکن آقای باقیان اطلاع داره عملا یک گام برداشته نشده از من بشنوید که هنوز دارن هنوز آن چیزی رو که ویزبریتی باید تعیین کنه هنوز ادامه داره ضمنا پولی در کار نیست یعنی الان شما اگه نگاه کنید که واردات الان بحران چرا رخ میده چرا در ده ماه اول جنگ علیرغم انتظار بیدلیل دلیل قلب که الان نرخ رو کاهش پیدا میکنه فرو پ... چ... نشد بخاطر اینکه خب شما نمیذارید واردات انجام شه به روسیه پس منابع ارزی صرف واردات نمیشه در که صادرات ادامه داشت و یک انباشتگی ارزی بود یعنی برای نبخ صادام باشی که بخوای از این استفاده کنی نرخ کاهش هم پیدا کرد الان مشکل اینه که مثلا روسیه الان انقدر درگیری داره مثلا در حوزه روپیه صادراتی که قبل از جنگ قبل از جنگ اوکراین نسبت به یک دوازدهم تامین هند توسط نفت روسیه بود تبدیل شد به, به اکثریت سازانی مجموع صادرات نفت روسیه به هند در یک زمانی بیشتر از مجموع صادرات کشور خلیج فارس شد به هند به این میشه نگاه کرد که ما حتی یک رقیبی هم پیدا کردیم دوباره که بر, بر، توجه دوستان جلب بکنم ایران داره به طور مختلف نفت میفروشه تحریم هایی که من همیشه محکوم کردم که تحریم علیه مردمه هیچ تحریمی علیه هیچ حاکمیتی هاک پاسخ نده همیشه مردم آسیب بیدن الان روسیه همین حالت رو داره در ایران از طور نفت میفروشه روسیه اومده همین کار داره میکنه فقط روسیه یک سیستم اختراپوسیه اولیگارشی ببین اولیگارشی جناب مالی روسی باید دو قسمت کرد یه اولیگارشی که درست اونا اولیگارشی بودن زمان یلسین با خرید دو ریال دو رو سه روبل اینقدر اینا اومدن کارخونه دولتی رو خریدن و, خرید و تبدیل شدن به یک مگنات و بعد اولیگارشی زمان پوتین این دو دو میلیارد اینا مدرن اینا در همه جهان هستند و این سیستم در خدمت پوتینه به راحتی تونستن پوشش بدن صادرات نفتو در اینکه خب هند داره روپیه میده یک گرفتاری روسیه پیدا میکنه روپیه ها چیکار کنه من میخوام بگم من هیچ منافعی برای ایران امروز نمیبینم ایران فردا هم نمیبینم اگر با غرب به توافق نرسیم در همسایگی با روسیه ولی اگر برسیم مثلا شما فکر کنید اینو تموم میکنم که مثلا الان سواب نفت الان با اصلا با فکر کنیم که ادامه مناسبات نزدیک مسکو و ریاض عربستان روسیه صورت میگیره اصلا مسیر ایران میتونه باشه مسیر عبور نفت و, سواب بکنه با عربستان یعنی اگر ایران با قلب به توافق برسه به نظر من اتفاقا با اون یک همسایه فعال در شرایط توافق روسیه با آمریکا به سود روسیه هم هست ولی یه خطر جدی وجود داره الان ببینید موزل اگر ما بگیم دو تا موضوع خارجی داشت آمریکا که براش حالت تقدیر پیدا کرده یکی اسرائیل در منطقه الان درشت اوکراین یعنی بهم. اگر ایران با اوکراین مانور بکنه حتی پهبادا رو قطع بکنه این یه کارت برنده است جناب باغریان در شرایطی که آقای چاهکی معتقدن که منافع مشخصی از قبل همراهی راهبردی یا تاکتیکی ایران با روسیه متصور نیست در وضعیت که ایران با غرب دوچاره تنش هست از دیگر سو ما الگوی رفتاری رو بیشتر به نظر میرسه از جانب تصمیم سازان در تهران شاهد هستیم که به نوعی اتهام فیل رو تشدید میکنه یعنی ما در افکار عمومی ایران دست کم در بخشی از افکار عمومی ایران و باز به ویژه در مورد دولتی که در حال حاضر در سر کار, در سر کار هستن ایران با یک علامت سوال مواجه هستیم همینطور در افکار عمومی غرب هم به همین شکل واقعا اگر منافعی متصور نیست ایران چرا در این همکاری راهبردی به تعبیر برخی از سخنگویان نظام در تهران هدف چی هست از حضور در این اتحاد یا همکاری راهبردی عرض میکنم البته من با هم جواب از سالی میدم هم با چند تا نکته از صحبت جناب چاکی هم موافق هستم موافق هستم اونم تایید میکنم بعضی ها حالا ممکن نظر مخالف داشت ببینید اتحاد ما با روسیه قبل از جنگ اوکراین تشکیل شده در جنگ اوکراین این اتحاد یعنی یک ولتافس صورت نگرفته یعنی ما اینجا یک دیدگاه رویزیونیست نسبت به روسیه که نداریم که یعنی ما یک اتحاد استراتژیک رو از قبل به عنوان همسایگی و پراکسیمیتی و همون چیزی که دوست ازو به عنوان دریای خزر گفتن با روسیه داشتیم دعواهای ما در سر بر سر رژیم در دریای خزر رو کنار میگذاریم چون بهار روزها در خصوص دریای خزر توافق مخفی و زمینی با آذربایجان و قزاقستان انجام دادن و زیر دریای خزر رو بین همدیگه تقسیم کردن بدون اطلاعی رو. درست. حتی این هم داشتیم درست ولی در همان بله بله یعنی بله. در واقع همون ماریتال جوریستیکشن در واقع حالا یا بقیه موارد ببینید گوردن آ یک مقاله در فارن افر نوشت نوشت که امریکا حالا غرب بگیم حالا من انگل اینا به دنبال یک روسیه استخوان خورد شده هستن این روسیه استخوان خورد شده معنی چیه معنیش اینه که یک روسیه ای میخوان که ذرات خانه حسیش از کار بیفته نظام سیاسی از کار بیفته و اون سی درصد لیبرالایی که داره یعنی میدونید روسیه بولشویک داره همونجوری که دوست از گفتن کمونیست داره بولشویک داره اولترا داره حتی لیبرالیست من داره و همین دلیل اون سی درصد بر واقع به یک روسیه ای که تقریبا مطیع امریکا باشه به وجود بیاد و روسیه هیچ از هم نباشه چون اگه روسیه از هم پاشید شما بخش از روسیه رو به چین میدید و دیگه چین قابل کنترل نیست قابل مهار نمیشه دلیل اونا به دنبال ضعیف کردن روسیه هست شاهد این قضیه هم اینه که بعد از جنگ الحاق کریمه در اولین جنگ در واقع الحاق بعد از جنگ اوستیا و الحاق کریمه پر کپیتای روسیه 15975 دلار بوده در حال حاضر یعنی نه در حال حاضر دو سال بعد به 8700 دلار سقوط میکنه یعنی روسیه در واقع اقتصادش هر چقدر سران... بر... سرانه تولید ملی بله بر کپیتا بله سقوط میکنه به همین دلیل این سقوط ما در حال حاضر داریم چون روسا برای تامین ممکنه برای تامین منابع مالی الان دارایی هایی چون ما اطلاع داریم که هواپیمای قبل از شروع جنگ درست یک روز قبل از شروع جنگ دلار رو به صورت اسکناس به روسیه منتقل کردن ولی به حال تامین منابع مالی به دلیل تحریم که دوست سازی خیلی زیبا توضیح دادن و دست گذاشتن روی اموال اولیگارکا باعث شده که روسیه نتونه تامین مالی کنه هر موشکی که در روسیه شلیک میشه 200 گرم نقره و چند تا چیپست لازم داره همه این از خارج تامین میشه به همین دلیل روس ها در آینده نزدیک برای تامین مالی مشکل میشن. نوردستریم یک و نوردستریم دو رو که خودتون خیلی بهتر میدونید چه بلایی سر این اومد اصلا نوردستریم دو رو آقای ترامپ گفت ما تایید نمی کنیم و اصلا به این در واقع رجیستریشن نداده بودن نوردستریم یک هم که دوچار مشکلات شده خط لوله 2400 کیلومتری آمونیاک هم همینطور ما اتفاقا اتفاقا اعتقاد داریم که اگر ما اجازه بدیم آقای پوتین با کارت قلات بازی کنه بهتره که بخواد با کارت سلاح هسته یا سلاح تاکتیکی هسته استفاده. یعنی ما عاقبت یه قایتگرای این جنگ رو متاسفانه استفاده از سلاح هسته‌ای میدونیم چون روسیه در واقع با این روشی که پیش گرفته اگر یک صلح عزت دار یعنی به طور مثال از عزت رو باید بسازیم برای روسیه به وجود نیارند یعنی یک میزی که باعث صلح بشه من منظورم آتش بس هم نیستم یعنی یک صلح در واقع صورت نگیره که اوکراین هم صورت نمیگیره یعنی نمیپذیره اینو به روسیه شرایط خاطی خوبی نداره جمع ببینید جمعیت روسیه از ابتدای فروپاشی تو الان من رشد منفی داشته روسیه در آینده نزدیکی اگر متصرفاتی هم در اوکراین داشته باشه نیرویی نداره که بتونه اونجا جایگزین کنه یعنی روسیه بعضی از پایگاهاشو در سوریه مجبور شده که تخلیه کنه حالا این تخلیه رو به صورت فیزیکی انجام میده ولی به صورت مثلا پوشش هوایی اینو جبران میکنه به همین صورت سربازی روسیه وسیع بله بله دست بزنه و مهاجرت به گرجستان و ترکیه بله رو در پی داشته این همه جا ببینید شما یکی از چهار ارکان اصلی دولت جمعیت شما در روسیه مشکل جمعیت دارید 17 میلیون کیلومتر مربع دارید ببینید سرانه سرزمینی برای یک نفر چقدره همین دلیل روسیه در حال فکر نکنید فقط یک لغمه برای امریکا است این لغمه برای چین هست لغمه برای هند هست شما سرریز جمعیت چین رو کجا میخواید بپرسید در دنیا در خود کشورشون که نمیشه روسیه یکی از این در واقع اهداف بلند مدت برای هنده برای در... چین است. به همین دلیل انتظار ما نداریم که در حال حاضر جنگ روسیه به سادگی پایان پیدا کنه خود روسا هم مثلا آقای پوتین که تو ساز نام بردن به دنبال پایان جنگ نیستن چون روسا اعتقاد دارن که اگر امروز جنگ تموم بشه فردا ممکنه اوکراین عضو تادیه عضو ناتو بشه به همین دلیل این جنگ سیرش داره عوض میشه منتها من بازم برمیگردم به عرایز اولم ببینید متافیزیک روسا اجازه نمیده چیزی به غیر از امپریال فکر کنن یعنی روسا تفکرشون همینه اون ملیگرایی یا اون پر... دکترین پریماکوف کاراگانوف تمام این دکترین ها مبتنی بر همینه حالا ایران یک دکترین در واقع نگاه به شرق داره چون ما نگاه به غرب که نمیتونی داشته باشیم در واقع ما با امریکا اینجا رو با دوست عزیزمون آقای چاهکی چا... چا... مخالفم ما با امریکا تعارض ذاتی داریم یعنی اصل یک تا پنج قانون اساسی که در واقع دوست از هم بهش رجوع کردن سراحتا تعریف میکنه که ما ام، با امپریالیسم مشکل داریم منطقه ما روسیه رو فعلا امپریالیزم نمیدونیم در که روسیه هم به سمت یک جهان امپریال دارن میرن یک قدرت امپریال دارن میرن چینی هم دو دنبال یک امپریال دارن میرن چینی ها در لازر از نقدینگی برای این کار استفاده میکنن در آینده ممکنه دنبال ارتش هم باشن به همین دلیل یعنی میلیتاریزم چین و در آینده از الان میتونیم حدس بزنیم من اعتقادم بر اینه که ایران در حال حاضر اگر بخواد نگاه به شرق داشته باشه فرض بذاری نگاه درست باشه ما حالا با دکترین نظام که کاری نداریم درست باشه یکی از این شرق ها اوراسیا است ما اوراسیا رو با واسه ژئوپلیتیک خدا دادیم اون که نمیتونیم اینو اقماس کنیم یعنی ما در یک راه هیجان خطر قرار گرفتیم دوست از اون راجع به ترانزیت گفتن ما نمیتونیم اینو اقماس کنیم ما در هر صورت ببینید یه هلن کگن دانکاس دوستون باید بشناسن ایشونا یک دیپلمات زن فرانسوی 1900 هفتاد هفت کتاب نه هشت کتاب رو چاپ کرد به اسم لامپیر لکلته یعنی اصلا اونا پیش بینی کردن در سال باش که روسیه به یک سرزمین پا، پاره پار پاره مسلمان تبدیل خواهد شد درست الان 85 تا, تا در واقع فدرالی فدرال داره یعنی منطقه فدرال داره و 22 تا جمهوری داره 15 تاش مسلمانه ولی اونها حتی فکر میکردن که روسیه کاملا مسلمان میشه ولی روسیه با این بست ارتودکسی داره از این مسئله خارج میشه و همین بست ارتودکسی رو من عرض میکنم در تعارض با ایران قرار میگیره و ایران ها اصلا نمیتونه با من یک ای که ممکنه در حال بس بشه ما من اینجا با دوستم موافقم ولی در حال حاضر اگر فکر کنید که اگر نظام سیاسی ایران به دنبال روابط جهانی به دنبال منطقه‌ای شدن یا جهانی شدن باشه اون مسئله گلوبالیستا حجمه که گلوبالیستا دارن روسا دارن متحمل میشن یعنی خزینه ای که این چند وقت روسا دادن بیش از بوده که ما تو این چند سال دادیم من با رقم براتون اثبات میکنم روسا خیلی از این دادن و تحریمی که علیه روسا شد حتی علیه گربه های روسی شد علیه ایران نشد ببینید تحریم در علیه ما در مورد ما به واسطه دکترین های متفاوت رؤسای جمهور امریکا سلیقه عمل شد یک رئیس جمهور متفاوت در متفاوت ولی تحریم های روسیه اصلا سلیقه ای نیست تحریم مبتنی بر نابودی و همون عرض کردم استخوان خورد... یعنی روسیه استخان خورد شده است به همین دلیل تحریم های روسیه وحشتناکه و هر روز فزاینده است بیشتر از اینم خواهد شد و همون جوری که انگلام... این جمله آخرمه انگلا مرکل گفت ما باید از بردهداری گاز روسیه خارج بشیم عرض من تموم شد جناب میفرمایند که غرب به دنبال روسیه تضعیف شده و لیبرالیزه هست یعنی روسیه رو بتونه تضعیف بکنه و آنگاه لیبرالیزه بکنه یک الگوی شبیه روسیه دهه 1990 دوره یلسین چه بسا یا گراتر از دوره یلسین حتی ولی به دنبال فروپاشی روسیه نیست چرا که در شرق اورال به هر حال قلم رو به روسیه نهایتاً اگر روسیه به مشکل بخوره اتفاقی که میفته یا الحاق به چین هست یک چین بزرگتری رو شاهد خواهیم بود مثلا همین الان در دیدار سال گذشته بین آقای شی و آقای پوتین چین خواستار بازگردوندن منچوری شرقی شد یعنی سواحل روبروی ژاپن در دریای ژاپن که خب چین ساحلی با دریای ژاپن نداره به واسطه منچوری یعنی بندر ولادیوستوک مد نظرم هست اون بخشی که ولادیوستوک درش قرار گرفته نهایتا فکر میکنید به کجا می نگاهی که غرب نسبت به روسیه داره سناریوهای پایان جنگ چه سناریوهای قابل تصور هست در حال آقای پوتین این مناطق رو الحاق کرده الان هر گونه کوتاه مدنی نسبت به کریمه و دنباس در واقع اعطای خاک روسیه محسوب میشه قانونا یعنی بخشی از قلمرو روسیه از نگاه مسکو بخشی از قلمرو مسکو است چگونه می توان اون چیزی که آقای باخریان میگن روسیه س... روسیه که سرافرازانه از جنگ بیرون بیاد رو با چه سناریویی متصور هست البته من بیشتر مایل بودم که در تو با ایران رو صحبت کنیم موضوع جالبی مطرح کرد جناب من تونتون که می نوشتم یه صفحه شد ولی ایشتر... <applause> جای... با قسمت خوب کاملا مخالفم و باید قسمت روسیه و روسیه و قلب و مایلم هم با ایشون صحبتی داشته باشن دست سرده شما معتقدم که چون سوال شما دارید میکنید و هر سوال شما پاسخ میدم البته معتقد نیستم که چرا تحریم هایی که آمریکا علیه ایران انجام داد با اغمار و چشم میبست حتی ترامپ هم میبست یعنی ببینید کشتی های حامل نفت در درهای در آزاد که چیز نیست که کشف نشه یعنی وقتی که اینا هر حرکت کشتی های جنگی رو در مانیتور میکنن هر خطری یعنی رو الان آمریکا در جنوب آفریقا هم میگه منافع ملی ماست در فقط در کجایی نیست که منافع ندونه خود منافع ملی آمریکا ندونه و طبیعه که با اغماز نگاه میکنه چرا آقای واقعیان بخاطر خاطر اینکه اصلا آمریکا من اعتقاد نداشتم و ندارم که ایران متخاصم میدونه مشکل آمریکا نگاه ایران به اسرائیله به نظر من یک اشتباه بزرگی دارن میکنن چه کار بودی چه راه بودی و تفکری که رهبران ایران دارن حتی برخی باور میکنن ایران هیچ خطری با شما نداره ما اگه نگاهی بکنیم به تاریخ ایران باید توجه بکنیم با عدم کشتار مردم در زمان انقلاب اومدن حویزه رد میشم موضوع اینی خب نشون میده یک کشور وابسته به با آمریکا جنرال آمریکایی میاد به جنرال ایرانی میگه کاری نکنید خب نشون میده که حکومت وابسته حالا دوستان ناراحت از حرف من طرفداران و به این دلیل کشتا کمتر میشه من نمیخوام بگم اگر دخالت میکردن چه میشد ما هم تو خیابون نوجوان بودیم ولی میخوام بگم آمریکا اگر به سفارت آمریکا حمله نشده بود اینو خطا میدونم شاید های دیگه پیش میرم ولی میخوام بر دبای روسیه بگم ببینید آمریکا قطعا مایل تذیه روسیه نیست مادن آلبرایت یه جایی گفته بود که روسیه روسیه زیادی بزرگه ولی اینو خیلی اونا روسا بزرگش کن جمله آلبرایتو ولی اساسا خط اینجا حاکم بوده همیشه و تجزیه روسیه حتی زمینه هاش وجود نداره اینکه 15 کشور مسلمانان جز در مناطقی در اینگوش در چچن بخشی از داغستان همه اینو مذهب سکولاری هن. یعنی مشروب هم میخورن نماز هم میرن میخونن یعنی اصلا شما نگاه کنید به روشتنی که ها مردان داغستان مردان تاتار مسلمان چون مسیحی هم داره اصلا یک نوع لیبرالیزم مذهبیه شاید تو آذربایجان بیشتر رعایت میکنه اگر تو مخالف این هستم که ببخشید من که ترکیه مانع شده ببینید روسیه مانع نفوذ ترکیه شده اساسا یکی از به نظر من بدترین سیاست های پوتین داشته عدم حمایت از در آذربایجان بوده عضو پیمان امنیت دست جمعی بوده علیرغم این با حمله آذربایجان دخالت نکرد هلیکوپتر روسیه سرنگون شد اتفاقا برای تمام تماس اردگان با پوتین بود آقای آره با اشتباه میکنید ببخشید کاملا ترکیه نفوذ داره بسیار نفوذ داره آ... بلی علیف الهام علیفی که به خاطر پدرش بالاخره دست از کازینو برداشت همه های علیف بست و اینو بر او تو سیاست دوباره وارد کرد این آدم سکولار لیبراله کلا این قبول دارم ولی اصلا مردم آزربایجان مردم هنوز مذهبی تر یعنی نسبت به حتی داغستانی ها ولی اودگان و شما توجه کنید یک مشاور وزیر دفاع آذربایجان جنرال ترکیه است جنرال مشغول به کاره آخه دیگه اینکه که تردید نداریم توش و برای چه ارمنستان باز به سوی آمریکا داره میه این چه رخ میده جناب واقعیان چه آیا رخ میده به چرا جنگ به این شکل شروع شد چرا تانکا 60 کیلومتر سطح تانک تانکا بود به طرف کیف به خاطر اینکه اساسا حتی با نوع نگرش پوتین یک تمامیت خواهی که آمد ایدالیسی برخورد کرد و باور کرد گزارش هایی که میلش بهش دادن که کیف تسلیم میشه هر کی باور نداره رجوع کنه به پیام پوتین خطاب به ارتش اوکراین هنگامی که هنوز این تانک ها محاصره بودن از ارتش اوکراین فکر کنم سه هفته بعد از جنگ بوده میخواد که دست خودتون بگیرید حکومت رو یک کسی که فکر میکرده پوتین کارشناسه اینو بهش هدایتش میکنه به الان یکی از رئیس اتحادیه افغانیا با اینجوری هستن کویا کهنه سربازان به نفس آمریکایی کهنه سربازان روسی در افغانستان یه صورت کرده که در زمان شوروی در افغانستان جنگیدن بسیار سازمان قوی شدن سازمان وسیع شدن من باشون در تماس نقی مسکو بودم این کسی هم که صحبت میکنه داره چه جالبی میگه میگه که در ویدیو ما من باید میفرستم میگه که یکی از دلایل این نگرش نادرست که منجر شد موفقیت های هفته های اول ادامه پیدا نکنه دوستان توجه کنید 20 درصد خاک اوکراین تسخیر شده تقریبا این 20 درصد در چهار هفته اول تسخیر شده این ها یک فکت دیگه یک فکت جدیه عقب نشینی ها بعدن شروع شده بله ضد حمله اوکراین هم خیلی در کم درصد هم عمدتا در همون منطقه دونباس بود دیگه دونباس خرسون دریای آزوف ساحل در دریای آزوف از در. در. یعنی یکی از جای خیلی عجالب اینجاست که پوتین عجله که جان باقی این خطای رهبریه این خطای باید باور داشته باشیم که وقتی که حاکمیت و فرد استقرار داره فردی که کاگبهی تجربه نظامی داره خوش کارشناس ارشد میدونه مثل همه اینجا تو خیلی جا. این باعث میشه که بیاد با خودی بکنه که حتی نادو با این حرف من حرف سطحی نیست باور کنید ببین من اطلاع دارم که فقط لاوروف وقتی فهمید مخالف حمله بوده بقیه فقط سرتون دادن برای همین انتخاب چه کنیم و پوتین انتخاب کرده بعد به جایی که وارد دانباس حتی بشه میاد وسیع حمله میکنه و اون عقب نشینی رو انجام میده اینجا من میخوام اینو مطرح کنم که به نظر من این جنگ نمیتونه به شکل دیگری تموم بشه جز یک نوع متعصب پیش بینی من اینه پیروزی اوکراین به با عنوان بعد بگید یعنی چی پیروزی یعنی چی شکست من این حرف دیمیتی مدوید رو قبول دارم رئیس جمهور سابق و معاون رئیس شورای امنیت روسیه که رئیس پوتینه که ابر قدرت اتمی نمیتونه شکست خورده باشه در جنگ متعارف خب اصلا شما فکر کنید دوستایی که ببینید با حرف مخالفن فکر کنید که حزب الله فکر کنید که حماس دیگه کس می اصلا. می ده می می میکنه اصلا میده نزدیک تل میشه این 2300 تا کلاک هسته‌ای به عنوان هدیه میمونه اونجا ببخشید من اینجوری صحبت میکنم خب برای چی رو تایید کرده وقتی حاکمیت از این سوال بده استفاده میکنه ولی البته بگیم آقای واقعیان دو به نیابت از پوتین حرفای زری زد که عمل بهش نکرد مثلا حمله به پل کریمه خط قرمز خود پوتین حمله میکنن هر شب الان هر شب سهمیه حملات پهبادیه به داخل مسکو الان هشت تا واسه که وجود داره هشت سیستم دفاعی قوی در مسکو در مرکز او صدا و کارسو چهار تا مستقره چهار تا در این از اس 400 یه چه فوق العاده پاتریوت حتی علاوه این پهبادا میان در مرکز مسکو مسکو سیتی و جاهای دیگه میشینن خب این نشوننده اینه که پوتین هم داره این اون چهار دو سفری که آقای باقریان میگه کلا پوتین نبوده این مصوبه تعیین دکتران دفاعی روسیه هست عقب میکنه تا اونجایی که به نظر خط قرمز پوتین کجاست خط قرمز واقعی اتفاقا پیروزی اوکراین رسیدن به مرز خاکی کریمه و ورود به کریمه است اینجا ما دقدقه داریم که جنگ اتمی یا حملات تاکتیکی هسته ای نباید رخ بده و هیچ رهبر عاقلی نمیتواند بگوید که این یک بلوف سیاسی است یک امکان دفاعیه ببخشید زیاد است. خواهش بکارم. جناب باقریان برگردیم به رابطه ایران و روسیه آقای نیکتا اسماگین که جزو کارشناسان روسیه در حوزه ایران هست یک مقاله در کارنگی نوشت حدود دو هفته پیش و تمام بحثش این بود که روسیه به شدت به کریدور شمال جنوب نیاز داره در روسیه بعد از تحریم نیازش به تشدید هم شده به کوریدور و ایران هم این رو میدونه و این باعث خواهد شد که سرمایه گذاری روسیه وادار به سرمایه گذاری در ایران بشه به ویژه در در واقع اون بخش رشت تا آستارا که بسیار پرهزینه هست به خاطر اینکه میبایستی ملک به ملک خریداری بشه املاک خصوصی خریداری بشه روسی اصلا چقدر توانایی در حال حاضر داره که در ایران سرمایه گذاری بکنه به نظر شما متشکرم من اول یه نکته رو بگم یه تقاضایی از دوست بس. عزیزمون دارم که کلمه اشتباه رو استفاده نکنید در ته. چارچوب نظری چون اگه اینجور باشه بنده هم شما رو خواهم گفت پس بهتره که ما بگیم که با نظر مخالف هستیم شما یکی از اشتباهاتی که دارید تکرار میکنید اینه که میفرمایید که هلیکوپتر روسیه در آذربایجان سقوط کرد و آذربایجان یعنی آذریاس سقوط دادن و روسیه کاری نکرد خب هواپیمای میگ روسیه هم در ترکیه سقوط کرد سفیرشون هم کشته شد کاری نکردن به ظاهر ولی کاری کردن چون نیروگاه آکویو رو در واقع رفتن تاسیس کردن که یک پایگاه نظامی روسیه است و بعد از اون اس 400 فروختن ببینید ترکیه من به سوال شما برمیگردم آقای عارف ترکیه در حال حاضر تنها غربیه برای روسیه که آقای پوتین میتونه بهش مسافرت کنه شما فکر نکنید که رو ترکیه رو برای چی نگه داشته تنها غربیه که میتونه آقای پوتین مسافرت کنه هیچ قرب دیگه وجود نداره آقای پوتین به قلب ناتو مراجعه میکنه چند پایگاه نظامی ناتو در روسیه است و آقای پوتین اونجا سفر میکنه با همدلی به ترکیه نیاز داره میگه ماش در ترکیه هست منظور در ترکیه بله قربان بله کوریجی که از مالاتیا مالاتیا کوریجی مالاتیا هست بله بله, بله. 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 از... بله. ازمیر هم بله این یکی دوم اینه که در خصوص سفارت با شما موافقم ولی ما اولین سفارتی که اشغال کردیم سفارت روسیه بود بعد سفارت امریکا بود برگردیم به سوال حضرت عالی ببینید ما روسیه ای که داریم ازش صحبت میکنیم در حال حاضر نیاز روسیه در حال حاضر با آقای عارف موافقم اینجا روزانه نسبت به ما بیشتر میشه یعنی ژئوپلیتیک ما باعث میشه که روسا بیشتر به ما نیاز پیدا کنن روسا من اینجا رو با دوست از اون موافق هستم روسیه قائل به سرمایه نیست چون اصلا سرمایه دولتی و کاپیتالیزم دولتی قائل به سرمایه نیست کاملا با موافق هستم سرمایه که روسا انجام دادن به واسه اولیگارکا بوده یعنی همون اسنادی رو که گذاشتن که فاقد ارزش بود در زمان آقای یلسین و اومدن 450 هزار کارخونه روسیه رو به چند روبل فروختن در واقع مثال میزنم و اینا باید شدن که سرمایه های وحشتناکی در خارج از روسیه به وجود بیارن 80 درصد وقتی یک کشور خام فروشی داره یعنی فکر میکنم تنها دولت رانتیر جهان یعنی اولیش روسی است در راست ولی اینجا رو محاسبه نکنید زمانی که آقای طول برید اومد گلدن ویزا رو گذاشت آقای عارفینی شما خوب باید بدونید و لندنگراد در لندن به وجود آورد که به واسطه یک میلیون فکر میکنم لیره استرلینگ شما میتونید اقامت دائم و حتی شهروندی انگلستان رو بگیرید چه 700 اولیگارک به انگلستان مراجعه کرد به همین دلیل ثروتی از اونجا خارج شد یعنی این ثروت ها بعدا میدونید که خب چند برابر شد تصادی بیشتر شد دولت روسیه من کاملا با جناب چاکی موافق هستم اینجا قائل به یعنی کاپیتالیزم دولتی سرمایه گذاری نخواهد کرد در این هم در ایران در جایی که تاریخ است ولی نیازش به این راهن ممکنه به زعم جناب علی متفاوت باشه اینو قبول دارم چون اونا ببینید آقای لابروف وقتی که شورای همکاری خلیج فارس لیگ عرب دعوت میکنه و اتهاماتی هم تا به ایران نسبت میده در خصوص مسئله که رنجیده میکنه ملت ایرانو چرا چون آقای لاوروف نکته ای که آقای چاکی فرمودن ولی کامل نگفتم من کاملش میگم سیلویک نیست اون سی درصد سیلویکی که در روسیه است و آقای خود سیلویک آقای پوتینو رو مأمور کردن که بعد از جنگ گروزنی در واقع رهبریت رو به بگیره آقای لاوروف تنها فردیه که در سیاست و سیلویک نیست اصلا نیست یعنی آقای لاوروف اصلا میشه گفت برای آینده ای امریکا یک لیبرالایی که در حال در نظر گرفتن به طور مثال عرض یعنی ساختاریه که اونا دنبالش هستن ولی آقای پوتین کارگزاریه که فعلا جای باخلیان. ساختاریه رو از سیلوویچ اگر برای بینندگان هم توضیح بدید فکر میکنم راه گشا باشه چش سیلو... البته دوست از اون قطعا بهتر تو یه نهزته یک نهله فکریه <مم> یک جریان متافیزیکیه که افسران قدیم کاگبه و کسانی که در دولت سایه در واقع روسیه بودن اتحادی تشکیل دادن و سعی میکنن از مابین خودشون افرادی رو انتخاب کنن که زمامدار باشن و با هدف و بازگرداندن ده. عظمت روسیه عظمت دوره همون شورانی. بله اون متافیزیک بله. بله اون متافیزیک وجود داره اون اصلا خارج نمیشه به, به همین دلیل آقای لاوروف جزو این دسته نیست و ایشون مادرشون هم ارمنی هستن میدونید که به. به همین دلیل در مس... مسئله جنگ قره متفاوته من بازم برمیگردم آقای پوتین اگر امروز اشاره کنه هم زنگزور و هم کردر لاچین باز میشه و حتی پروژه ترانس خزر هم احداث میشه پروژه ترانس خزر رو هیچ آقای پوتین اجازه نخواهد داد چون رقیب برای خودش میسازه که دولتی که کاپیتالیزم دولتی داره و نظامش مبتنی بر رانت و خام اجازه نمیده ترکمنستان خام کنه به همین دلیل ما بست ترکیه رو در اونجا نخواهیم داشت خود شما حرف خودتون رو نقض کردید میفرمایید که اونجا سکولار هستن یعنی مسلمان هستن سکولار هستن و اصلا با این مسائل کاری ندارن در صورتی که ترکیه علارغم میگه یک کشور یک دولت سکولاره ولی 97 درصد مردم مسلمان افراطی داره خودتون میدونید پس خودتون نقص کردید گفته خودتون این امکانی که ترکا بتونن اونجا بس پیدا کنن تقریبا وجود نداره ولی بازم دارم عرض میکنم اینجا رو شما درست گفتید ترکا به دنبال نفوذ هستن و از پا نمیشینن کما اینکه اون هشت دولتی که یکیشم مجارستان رو دارن تشکیل میدن برای نفوذ به حالی که از خطراتی که در واقع جانب ایران است همین مسئله است که فعلا روسا جلوی موضوع رو گرفتن این یکی از مزایای روسی است منظورتون بزن... از هشت دولت اتحادیه کشورهای ترک زبان هست که بله 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 مجارستان بله بله بله. عضو ناظر اتحادیه کشور ترک زبان هست. اونا ناظر اعلام نمیکنن ولی در حاضر هست به همین دلیل بله. ببینید ما در یک منطقه قرار گرفتیم که روسیه رو نمیتونیم جناب چاکی اقماس کنیم اصلا موضوع رابطه ما نیست ما نه همونجوری که اونا ایران رو نمیتونن اغماس کنن ژئوپلیتیکای ما متاسفانه و هم گره خورده هر اتفاقی همون چیزی که شما فهمید یک موشک تاکتیکی با برد 90 کیلومتر تا بیشتر هم نه اگر در یک منطقه خارج از روسیه بخواد منفجر بشه مطمئن باشید پس لرزاش ایران نابود میکنه به همین دلیل ما نمیتونیم اقماس کنیم ما موازنه ای که حالا برگردیم به سال هستاری خیلی کوتاه دو جمله توضیح میدم دوستان معطل نشن موازنه ای که ترک انجام میدن با موازنه ما متفاوته ما اصلا موازنه انجام نمیدیم ما اصلا رابطه با اوکراین نداریم اوکراین فکر میکنم که 50 سال ما رو تحریم کردن یه همچین صحبتی هم بود ولی اون چیزی که در جهان الان در حال حاضر وجود داره یعنی صحبتی که هست میگن که از یک چالی چاپلین دارن چرچیل میسازن یعنی اون تفکر یه تفکری وجود داره در جهان نسبت به زلنسکی یه تفکر دیگه وجود داره که یک آدمی که اون پیش بوده یک ملیگرا ازش استخراج میشه این بسیار در مقابل قرار میگیره به همین دلیل همین تفکر در مورد روسیه هم وجود داره یعنی یه عده آقای پوتین یک ملیگرایی که تونسته امپراتور روسو امپراتور یعنی اون در واقع بعد از خودش شکوه و عظمت روسیه شکوه پتر سوم خودش رو اعلام کرده در واقع دیگه این چون تونسه بازسازی کنه یه عده ایشونو جنات کار جنگ برمیگرده به نظر این اشتباه نیست که هر دو اینا درست به همین دلیل ما یکی از اینها رو در واقع برای خودمون لحاظ کردیم یعنی ما اومدیم اون جنایتکار جنگی رو که وسیله که در حال حاضر بهش دادن و حتی امتناع کرده در حضور در کنفرانسی که در افریقای جنوبی هست و لحاظ نمی کنیم اون یکی رو داریم لحاظ می کنیم مقابل امریکا بودنش مقابل نظام تک قطبی بودنش داریم لحاظ می کنیم این اختیاریه این اشتباه نیست همونجوری که در مورد آقای زلنسکی چال چاپلونی که تبدیل به کسی در واقع به چرچیل داره میشه میگن از یک طرف ملی گراست ارزمند تا خواهش جناب شاهکی شما من فکر نمی کنم اشتباه گفتن توهین باشه شما واقعا اگر نمیخواد نمیگم ولی شما هر چه خاصی در مورد من بگید اشتباه کرد من با نمیگم مخالف نیستم این نظر نظر درستی نیست خب آخه وقتی شما میگید که ترکیه به ببین جمله شما اینه آقای واقعیان شما دارید مخاطبی میگید که مسکو توانسته نفوذ ترکیه در منطقه کنترل کنه خب این درست نیست نتوانسته من چی بگم شما مناظره های دیگر ندید خبره ما که احترام شما رو داریم جناب آقای این بر اساس ش... خوشحالم که هر دو دوست بسیار پرهیزه و اشتباه به درست درست نظرشون اینه من احترام جدی میذارم و میخوام بگم حالا باید این باید متن بشیم ببینید اتفاقا همین سقوط بمب روسیه در 2015 بود فکر می کنم که باعث شد که نوامبر آخد... 2015 بود بسیار به هم بریزه و اولین اس 400 هم که روسیه بود در سوریه همان سال بود و باعث شد که حتی نزدیکی فعالیت مشترک ایران و مسکو در روس... سوریه شدیدتر بشه اوج درگیری بود حتی توهین زیادی به, به اودگان کرد اودگان این کار رو کرد به فاصله از امور خارجه ترکیه رفت پیش ناتو که حمایت بشه و یه کار بسیار احمقانه کرده بود توی که چون اصلا بمباش هم زد بود داشت برمیگشت یعنی اصلا خالی بود و باعث شد که دوره بحرانی بشه تحریم ترکیه صورت گرفت یکی از منابع درآمدشون توریسم روسا بود که خوب پول خرج میکنن همه سفرها لغو شد و حتی شد یه پروژه تحریم وای تا... واقعا نامش این بود تحریم گوجه های ترکیه به تمسخر میگفتن کاملا خاطرم و حتی جمله خیلی توهین‌آمیز پوتین بود که در رابطه با اودوگان گفت که من فکر میکنم که خدا گفت خدا گفت نه خدا که نه الله هم رو نمیفهمه خب این توهینیه که خیلی توهین کرد و اودوگان به هر عکس من میخوام بگم جواب عارف علاقه میدونید که نظر من در مورد چیه من اگر قرار بود نظر من مهم باشه میخواستم این پیروز نشه ولی اودگان واقعا باید گفت سیاستمدار در حوزه خارجی خیلی عجیب و قابل استناده اودگان تو اون دوران با اوج اون ارد ارد ار میخواست که او یه داشته باشه در زمینه احیای امپراتوری عثمانی بارها گفت من زنگ زدم و تماس جواب نمیده کرملین خب این نشون اینکه که ترکیه میتونست کنترل یا معطل در سال 2020 اگر خاطرتون باشه فوریه 2020 روس ها نزدیک به 80 سرباز ترکیه رو قتل عام کردند در استان ادلب بعد... و بعد آقای اردوغان شد رفت به دیدن آقای بوتین پوتین در سوچی اون 5 مارچ بود ده. اگر اشتباه نکنم 4 یا 5 مارچ بود و آقای پوتین کلی معت عادت داره که آقای اردوغان رو معطل نگه داره بابا 45 دقیقه نگه داشته بود ولی موضوع 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 فقط این نیست موضوع اینه که متاسفانه جنگ ارمنستان ببینید پیمان امید جمعی اینو من نظر جناب واقعیان رو به این موضوع جلب میکنم به این خبرجو بفرمایید بریم سراغ قائله قزاقستان یا جنبش انحرافی قزاقستان وقتی در قزاقستان دوم ژانویه اتفاق... بله بله و بله 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 ببینید غزا... برای بله اولین بار بعد از ج... جن... پیمان ورشو یک پیمان ورشو کوچیک به اسم سازمان تر... امنیت دست جمعی امنیت دست جمع. که ارجست... ا... اتفاقا در رئیس دوره‌ایش هم بود وارد قزاقستان میشن و کمک میکنن بر سرکوب و در عین اینکه در این اینکه در چه کاخ سفید چه به خصوص مکرون فرانسه اینها به نوعی محتاط آمیز برخورد میکنند به نوعی حمایت سکوت میکنند چرا به خاطر اینکه در قزاقستان جدول مندلیفه یعنی اگر غزا... از این که اونطوریه اورانیوم جهانه اگر قرار بود دست تروریستا بیفته افراطی های رادیکال های مذهبی بیفته باعث یه وحشت عظیم میشد یعنی حتی اون موقع به نوعی تو این پیمان تونست عمل بکنه و ارمنستان بسیار نزدیک شد جناب شما میدونید جناب واقعا نمیدونن که در آمریکا یه دیاسپول ارمنی قوی هست که هنوز کمک های مالی اونها بخشی از بودجه است اونها نمیتونن از باشن ولی علیرغم این ارمنستان اومد همکاری کرد و الان حتی پانشینا دوباره متمایل به قرب شده خب یک اشتباه بوده یک اشتباه بزرگ این نظر خیلی است که در مسکو که این اشتباه بود که پوتین این چنین واقعا سخت شد این تنزل سیاسی کرد و حتی موقع هلیکوپتر جناب واقعیان در, در خاک امرستان سقوط کرده بود و در حقیقت این من منظورم اینه منظورم اینه که در حقیقت پوتین با آغاز حمله ببینید پوتین ده. دو گروه رو گفته گفته ناتو به سمت شرق گسترش پیدا میکنه دلیل اصلیش و اینکه شهروندان روسی کشته میشن خیلی خوب ناتو که گسترش شدیدتر شد یک نوع دقیقت تهدید شد ناتو ظاهرا میبینیم که سوئد فنلان میخوان به پیوندن اگر پوتین از کشتن روسا در دانباس میگفت خب الان حرف از تلفات چند ست هزار نفری اونا همه روس هست. من میخوام بگم مم. که این یک اشتباه بوده که وقتی صحبت هم میکنیم با دوستان روسی حتی کسانی که داخل مسکو هستن از یه چیز نگرانن تا کجا تا کی بشت. این یکی از نکته مهمه متشکرم جانم چاهکی به پایان برنامه نزدیک هستیم جناب باقریان خواهش میکنم در دو دقیقه سناریوی پیش رو در رابطه تهران و مسکو رو اونچه که به ذهنتون به عنوان سناریوی رابطه تهران مسکو میره سر بفرمه عرض میکنم من اگر لفظی گفتم که مورد ناراحتی جناب چاک شده از میکنم اشتباهات آقای پوتین هم خودش باید جواب بده من خواهدن نباید اشتبا اشتباهات جواب میکنم را... نیله. ببینید من در ایران زندگی میکنم در ایران هستم وکیل مدافع نظام نیستم ولی وکیل مدافع ایران هستم درست شده که خودم هستم من در ایران من به دنبال منافع ملی ایران هستم این منافع ملی ایران اگر در قالب این نظام هست من از این نظام حمایت میکنم به همین دلیل ما در حال حاضر در آستانه یک جنگ جهانی سوم هستیم جناب شورای کم فکر کنم تقریبا با این موافق هستن این جنگ واقعا خانم امرانداز شد 100 هزار پیش, پیش از هر زمان بله, دیگری نزدیک است بله, بله. از تاریخ پنج هزار سال انسان تا به حال دیویس و سالش صلح بوده بقیه جنگ بود پس ما با یک واقعیتی به اسم جنگ رو هستیم کشور جنگ زده ای ایران که از هر طرفم متحمل جنگ بوده واقعا دوست نداره این جنگ رو من به شخص عرض میکنم با ایشون هم موافق هستم ولی در حال حاضر من به در واقع تصمیمات نظام که بنده تصرفی ندارم ولی بنده خودم تمام تلاش رو میکنم که این جنگ تمام بشه ولی وقتی okay. به تفکر ایردنتیزم آقای پوتین نگاه میکنم همین فرمایش آقای چاکی درسته 45 دقیقه ایشون و ماکر هم تو معتقد رو معطل کرده این همون تفکر ایردنتیزمه یعنی کسی دیگه رو غیر از خودش آقای پوتین نمیتونه ببینه تحمل کنه به همین دلیل این ادامه داره یعنی شما تا زمانی که آقای پوتین زنده هست این موضوع ادامه داره ب... کودکانی که از اوکراین ربوده میشه و میره با تفکر ایردنتیزم انتیزم در واقع روسی تعلیم داده میشه خب نهایتا دارن سرمایه انسانی وجود میارن پس این وجود داره چیزی که اصلا در روسیه ارزش نداره سربازه وتران هایی که جناب چاکی گفتن در امریکا از سال از بعد از جنگ کره تا الان 201 میلیارد دلار امریکا هزینه این الان فقط برای کنه سربازش در روسی اصلا ارزش نداره سرباز حتی اونا کریماتور میبرن و در واقع سربازی که میمیره در یک دستگاه میسوزن تبدیل به خاکستر اصلا ارزشی نداره اونجا به همین دلیل ما باید دعا کنیم جنگ تمام بشه چون این جنگ اگر پیش بره یعنی سناریو حتی برای ایران هم هست فرق نمیکنه جنگ تبدیل به یک جنگ اتمی تاکتیکی میشه ما باید بس. لحاظ کنیم بتونیم از صلح حمایت کنیم ممنونم از شما درست جناب شاهد جمع بندی نهایی شما هستیم همه ما منافع ملی ایران و ما و ما اجه داره همه این صحبت هم و منافع ملی ایران منافع <تصفح> همون دوری کردن از هر جنگی ما همون تجربه که داشتیمه و من فکر میکنم منافع ما در تعامل با همه جهانه و پایان دادن به پا احسال پهپادا و در طور اوکراین هم اگه مثلا بحث این نیست اوکراین هیچ کشور متخاصم نه دوست ایران بوده اون کار 50 سالی هم که تحریم کرده کار زلنسکیه برای به منافع ایران حکم میکنه مثل منافع بقیه کشورها که در اون منطقه جنگ نباشه و ما قطعا میتونیم حتی میتونیم بهتر با روسیه کار کنیم الان باید جنگ رو محکوم کرد آقای باقیان تو این قسمت با تو موافقم مز... یه نکته بگم هم. حمله تاکتیکی هسته ای به مناطق اوکراینی میتونه به یه فاجعه بزرگ تبدیل بشه که بسیار مهمه ولی میتونه متقابلا حمله آمریکا نباشه ولی بسیار خطرناکه و باید مسئولان در مورد صحبت کرد بسیار بسیار میتونه که استفاده از تاکتیکی هستی خطرناک باشه من سپاسگزارم از هر دو میهمان جناب فرشید باقریان از تهران و جناب امیر شاهکی از برلین هر دو کارشناس حوزه اوراسیا و تا صفحه وسطی دیگر بدرود تا برآمدن آفتاب و, و تابشان بر فلات ایران بدرود